دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید تا به قهرمان سیستان امرو برای آخرین بار نگاهی عمیق و دقیقی به روی خندان و شادمان بیوه انداخت و با حالی آشفته و منقلب از در بیرون رفت امرو مردی دلاور و شمشیر زن بود چه بسا که در صحنه کارزار به ضرب شمشیر و گرز و نیزه دهاتن از جنگجویان دشمن را به خاک هلاکت می افکند و بی جان می ساخت. ولی نه تنها کمترین تأثیر و تأصفی احساس نمی کرد بلکه پس از شکست و فرار دشمن به رشادت خود می بالید و ساعتی بعد آن صحنه خونین را از یاد می برد. ولی اکنون از کشتن بیوه زن سخت آشفته و پریشان حال بود از خود می پرسید آیا لایق شن من بود که با همان سلاحی که نامرت ها و زنهای نابکار برای نابودی دشمن بکار می بردن این زن را از میان بردارم ولی چاره ای دیگر نداشتم این زن خونخار شرعن و عرفن واجب القتل بود تا جایی که من با این اطلاعات ناقصم خبر دارم سه نفر را مسموم کرده و کشته بود من نمی توانستم و وجدانم اجازه نمیداد که مرد شریفی مثل یوسف سمنانی را وادار سازم که توق لعنت ازدواج با یک چنین قطامه یا قطامی را به گردن بیندازد. یقین دارم که وقتی این زن درباره یوسف از من معیوس می شد کینه مرا به دل می گرفت و مرا هم مسموم میکرد و به گور می فرست داد. کار خوبی کردم که قصاص واجب بود انتقام تاووس و کنیز را گرفتم و شخص خودم و خلق الله را از شر این شیطان صفت نجات دادم اگر به دست داروغه هم میافتاد افتاد سنگ سارش می کردن. از کرده خود پشیمان نیستم و اما بیوزن قافل از سرنوشت شوم و جانگدازی که در انتظارش بود شاد و خندان راه خانه را در پیش گرفت تا خود را برای پذیرایی از خانم که بنا به گفته امرو قرار بود با انگشتر عروسی و هدایا به دیدنش بروند و تاریخ عقد و عروسی را معین کنند آماده سازد خوانندگان عزیز خود متوجه شده ان که امرو با همان مهره سمی که از خود بیوزن گرفته بود شیرینی های اصلی هرات را مسموم کرده و به خوردش داده بود بیوزن در بین راه به خانه یه محمله که در مسیرش قرار داشت رفت بدون اینکه لحظه ای بنشیند و خستگی در کند همان ایستاده به ماه ملک مجده داد که از خانوم از طرف یوسف انگشتر را غیر خواهند آورد و روز عقد و عروسی را معین خواهند نمود زنن از ماه خواهش کرد که در این مراسم حضور به هم برساند بیوزن با زربان شدید قلب که میپنداش از ذوق و شوقس وارد خانه شد به محض ورود کنیزها را خواست و گفت چون اصر امروز چند نفر خانم محترم انگشتر عروسی برایش خواهند آورد لذا لازم از خانه را خوب جارو و تر و تمیز کنند شیرینی و شربت و تنقلات حسابی آماده سازند و انعام خوبی بگیرند کنیزها ها مبارک گفتند و با شور و شعف مشغول کار شدند بیوزن از همان گرد راه به صندوق خانه خود رفت تا برای اصر بهترین لباس ها و زیورالات را انتخاب کند تازه نشسته بود که حس کرد دلش به طور بی سابقه و دردناکی مالش می رود لبخندی زد و با خود گفت این از و شوقی است که به دل دارم ولی درد دل به سرعت رو به شدت می نهاد تعجب کرد دیری نگذشت که درد طاقت فرسا شد مثل اینکه دلش را قیمه قیمه می کنند و در آتش می کشن. اینان اختیار از کف داد و فریادی کشید و کمک طلبید هرچه سعی کرد که جامعه ها و جواهرات را که بیرون آورده بود سر جایشان بگذارد و از انظار غیر مخفی کند دستش یارا نداشت کنیزی به صدای فریادش آمد و چون حال خانم را بدان سان زار دید گفت شاید مثل چند روز پیش سردیتان کرده کنیز دوید و قوطی شیرینی اصلی را که از هر آورده بود جلویش گرفت ولی زن یارای حرکت نداشت و دست پیش نمی رفت. بیوزن به محض اینکه چشمش به شیرینی افتاد یک لرزه برندامش نشست زیرا دریافت و یقین کرد از شیرینی هراتی که در خانه امرو خورده بود مسموم شده کمترین سوء زنی نسبت به امرو نبرد بلکه تصور نمود که امرو با همان مهره سمی که روز گذشته از خود او گرفته بود تا به خورده از هر دهد شیرینی ها را مسموم کرده و ندانسته و نفهمیده به خورده او داده با همان زهر که میخواستم از هر را مسموم کنیم خودم مسموم شدم تقصیر خودم بود فهمید و یقین کرد که رفت دنیست. دود از نهادش برآمد و نعره از دل کشید و با خود گفت از ماست که بر ماست در اینجا به یاد تاووس افتاد بعد از آنکه که دختر ناکام را با آن همه امیدها و آرزوهای شیرین دلخوش ساختم در همان لحظاتی که منتظر قدوم نامزد محبوبش بود به گور فرستادم اکنون خودم در حالی که تا چند ساعت دیگر از طرف شوهر محبوب و دلخواهم انگشتری خواهند آورد آرزوی عروسی را به گور میبرم و آیا آه تاووس مرا گرفته و مکافات پس میدهم با ایما و اشاره به کنیز حالی کرد که میخواهد ماه ملک را ببیند دیگر قدرت تکلم و حرکت نداشت در حال چشم چشمها را بر هم نهاد و کنیز که با یک چشم جواهرات و با چشم دیگر قیافه مرگبار خانم را می نگریز فکری به خاطرش رسید خانم را دو سه بار صدا زد خانم چشم باز نکرد و جوابی نداد کنیز که ماجرای مرگ تاووس را شنیده بود که از ذوق عروسی سکته کرده و مرد یقین کرد که خانم بیوه اش هم از ذوق عروسی دوچار سکته شده و دیگر چشم باز نخواهد کرد قدم پیش گذاشت و چند قطعه از بهترین جواهرات و زیورالات مرسرا که بیوه زن آنها را به پاداش جنایت های خود دریافت کرده بود برداشت و زیر لباس پنهانی کرد از اتاق بیرون پرید و خدمتکار دیگری را به سراغ ماه ملک فرست داد ماه ملک شتاب زده و پریشان وارد شد ولی دیگر کار از کار گذشته بود ماه ملک مهربان دست به گردن خواهر انداخ او را بوسید و صدا کرد کمترین حرکتی از بیوزن دیده نشد بیوزن درگذشت. شیون و فقان ماه ملک کنیزان را هم به گریه انداخت محمل کمی آرام گرفت از کنیزان جویا یا حال خواهرش شد کنیزک تعریف کرد که خانم شاد و خندان به خانه آمدن و مجد دادن که عصر امروز انگشتری عروسی برایش خواهند آورد ما مشغول تنظیف خانه شدیم خانه هم به طوری که ملاحظه می کنید به همین صندوق خانه آمد و لباسها و جواهراتش را بیرون آورد ناگهان ما فریادش را شنیدیم و وقتی وارد اتاق شدیم خانم در حال سکرات موت بود کنیز مدتی مکس کرد و سپس گفت گمان می کنم خانوم ما هم مثل آن تاووز از ذوق عروسی سکته کرده این بود پایان سرنوشت بیوزن خدا نشناس و جنایتکاری کاری که عاقبت سزای عمل خود را دید و با همان سلاحی که بندگان خدایی را از پای درآورد خود نیز کشته شد اکنون بر سرگذشت قهرمان دلاور ایران یعقوب لیس سفاری باز میگردیم. یعقوب پس از سه ماه توقف در سیستان با قشون بزرگ و آراسته به قصد تسخیر خطه خراسان به راه افتاد. در آن زمان محمد ابن تاهر که آخرین پادشاه سلسله تاهریان بود ظاهرا بر خراسان فرمان روائی می کرد. محمد ابن تاهر مردی بود ایاش و شراب خار. شب و روز خود را در عیش و نوش به سر می برد. روزها و هفته ها و بلکه ماه ها می گذشت و بزرگان لشکری و کشوری رنگ او را نمی دیدن. تمام اوقات شبانه روز خود را در محفل دلبران ماهرو و ساقیان به اصطلاح معروف سیمین ساق و رامشگران خوشنواز به سر می برد و از دنیا و مافی غافل بود یعقوب به پشت دروازه نیشابور که پای تخت خراسان بود رسید و رسولی نزد محمد فرستاد و پیغام داد که من با تو کاری ندارم و یگانه تقاضایم از تو این است که عبدالله ابن صالح را که شمشیر به روی من کشیده و زخمی به من زده و بعد فرار کرده و نزد تو آمده از به من تسلیم کنی محمد چنان سرگرم باده و عیش بود که فرستاده یعقوب موفق به ملاقات او نشد مردم نیشابور که از ظلم و جور فرمان روای اشرت پناه به جان آمده و وصف عدل و داد و رعیت پروری یعقوب را شنیده بودن رسولانی به حضور یعقوب فرستاده و او را به شهر خاندن خلاصه محمد وقتی به خود آمد نیشابور را در حال سقوط دید ناچار با جمعی از بزرگان قوم به آستان یعقوب رفت و حسب الامر یعقوب خود و همراهانش به زندان افتادند. یعقوب فاتحانه و در میان استقبال پرشور مردم وارد شهر شد چندی گذشت اطرافیان محمد ابن تاهر که به علت دادگستری یعقوب دستشان از جور و تعدی و قارت مردم کوتاه شده بود بنای توت چینی بر علیه یعقوب گذاشته و در صدد بر آمدن. مردم را بر ضد او بشورانند و او را از نیشابور بیرون کنند من جمله یعقوب را که یک نفر خارجی و دشمن خلیفه اسلام خواندن و شهرت دادند که یعقوب برای فرمان روائی خراسان منشور یا فرمانی از خلیفه ندارد وی خود سرانه به زور بر نیشابور مسلط شده و چون این آدمی دشمن اسلام است و بر مسلمانان واجب است که او را از بین ببرند یعقوب که این زمزمه ها را شنید تصمیم گرفت منشور خلیفه را که البته در دست نداشت به مردم نشان بدهد اسبل امر یعقوب جارچی ها در کوچه پس کوچه های شهر را افتادن و جار زدن که هر کس از هر طبقه می خواهد منشور خلیفه را زیارت کند در فلان روز در مقر امیر حاضر شود در روز موهود دو هزار نفر از غلامان یعقوب قرق در سلاح و هر کدام یک عمود طلا یا نقره به دست گرفته و در جایگاه معین صف کشیدند. یعقوب در میان احساسات پرشور مردم وارد شد و مانند فرمانروایان روایان عظیم و شن بر تخت فرمانروایی جلوس نمود سپس با صدای بلند گفت شنیده هم بعضی ها میگویند که من فرمان و منشور امیرالمومنین خلیفه را ندارم و این ولایت را به زور غصب ام. امروز شما را به اینجا دعوت ام تا فرمان و منشور خلیفه را نشان دهم. حیرت عظیمی به هزار دست داد. همه میدانستند که یعقوب منشوری از خلیفه ندارد. یعقوب به یکی از ملتزمین که پای تخت ایستاده بود حکم کرد که برود و منشور خلیفه را بیاورد. مرد رفت و لحظه ای بعد با سینی طلایی که با دو دست آن را گرفته بود وارد شد حضار نگاه کردند و از ترس به لرز در آمدن. در میان سینی یک شمشیر برهنه دیدن که قسمتی از تیقی آن را پارچه پیچیده بودن دلها در سینه تپیدن گرفت و کسانی مرگ را رو دیدن ولی از ترس ساکت ماندن و دم نزدن یعقوب شمشیر را برداشت پارچه را باز کرد دست یه شمشیر را به دست گرفت شمشیر را به چپ و راست حرکت داد و سکوت مرگباری بر آن مجلس حکم فرما شد بزرگان نیشابور مرگ را در یک قدمی میدیدند و از وحشت و حراس بر خود میپیچیدند ناگهان مرد از جان گذشته ای برپا خواست و, و تعظیمی به یعقوب کرد و در حالی که صدایش از ترس می لرزید گفت ظاهرا امیر قصد جان ما را دارند ولی ما هرگز جسارتی نکرده و چون این حرف هایی نزده ایم یعقوب در حالی که تبسم به لب داشت و شمشیر برهنه را می جنبانی جواب داد من قصد جان کسی را ندارم چون شنیدم کسانی از بین شما گفته و به من ایراد گفته که من شور امیر المومنین خلیفه بغداد را ندارم لذا خواستم فرمان منشور خلیفه را به آنها نشان دهم. فرمان امیرالمؤمنین همین شمشیر است و بس مگر نه این است که خلیفه را هم همین شمشیر بر مسند خلافت نشانده پس مرا نیز همین شمشیر بر مسند حکمرانی خراسان و شهر نیشابور جای داده حاضرین نفسی تازه کردند و گفتند چونی است یعقوب شمشیر را کنار نهاد و گفت به جای اینکه از من فرمان امیر را بخواهید بروید در فکر کار و زندگی خود ظلم و جر را از بیخ برکنم و دست ظالمان را از سر عموم مردم کوتاه کنم علاقه و محبت مردم نسبت به یعقوب بیش از پیش در دلها جا گرفت در مساجد و مجالس یعقوب را صمیمانه دعا می کردند و به نام او خطبه می خاندن. یعقوب پس از تصرف نیشابور مدتی در این شهر اقامت کرد و دست عمال کارگزاران خلیفه را از جور و تعدی کوتاه کرد با گسترش عدل و داد و تأمین رفاه و آسایش خلق الله مردم شهر را شیفته خود نمود یعقوب که از علاقه و محبت مردم موت نسیستان نسبت به خود آگاه بود برای اینکه هم شهریانش را بیش از پیش مسرور و شادمان سازد دست داد محمد ابن تاهر را با اسیران دیگری که در فتح نیشابور گرفته بود به سیستان ببرند. یعقوب در نیشابور خبردار شد که دشمن خونینش عبدالله ابن ساله همان کسی که در جنگ زخمی به وی زده بود پس از یعص و ناامیدی از کمک تاهریان به تبس یعنی مازندران گریخته. و حسین ابن زید علوی را که بر آن خط فرمان روایی داشت تحریک کرده که قشون بزرگی فراهم سازد و به نیشابور حمله برد یعقوب آماده ی حرکت به تبرستان شد قبلا نیز نامه ای به عنوان اتمام حجت فرستاده و از وی خواست که عبدالله ابن صالح را تسلیم کند و الا با دایی همان معامله را خواهد کرد که در نیشابور با محمد ابن طاهر نمود دایی از تسلیم عبدالله امتنا ورزید و یعقوب با لشکر ورزیده و آراسته ای به سوی گرگان که در آن زمان مقر دایی بود حرکت کرد دایی از گرگان به تبرستان رفت شهرهای تبرستان یکی پس از دیگری به تصرف یعقوب در می آمد و بالاخره در ساری جنگ سختی بین یعقوب و دایی در گرفت در این جنگ هم مثل همه جاهای دیگر فتح با یعقوب بود بالاخره دایی مجبور شد که به رویان فرار کند یعقوب در تعقیب او آزم رویان شد ولی در این راه با دشمنی سمج خونخاری روبرو گردید که خود بلشگریانش از دفع آن آجز ماندن این دشمن صفشکن مگس هایی بودند که هزاران هزار به سربازان یعقوب حمله کردند. می نویسن که هر سربازی در معرض حجوم هزاران مگسی بود از پا جست و خیز می کردن و سواران را بر زمین می انداختن زیادی از حیوانات خاصه و شطورهای بارکش تلف شدند. هنوز از چنگ مگس ها بودند سوده بودن که دوچار رعد و برق و رگ بار شدن که چهل شبانه روز ادامه داشت و عده زیادی از لشگریان را به خاک حلا کف گند یعقوب و لشگریانش جملگی تا بوتوان از دست داده و زار و نزار به آمول رسیدند. در این شهر بود که نفسی تازه کردند و تا حدی رفع خستگی نمودن اما عبدالله ابن صالح دشمن دیرین یعقوب که مدتی متواری بود و یعقوب در بدر در عقب او میگش خود را به کمک ری رسانید تا در آنجا با کمک زلالی فرمان روای ری لشکری برای جنگ با یعقوب تجهیز کند یعقوب نام ای به فرمان روای ری فرستاده تسلیم عبدالله و برادرش را طلب نمود و تهدید کرد اگر جز به کام من آید جواب من و گرز و میدان و افراسیاب یعقوب هنوز در آمول بود که دایی کبیر برای آخرین بار در صدد جنگ با یعقوب برآمد. یعقوب به استقبال دشمن از آمول بیرون آمد و جلو رفت دایی یارای مقاومت و جنگ در خود ندیده به سوی کوهستان فرار کرد اما وصول جواب نامه که یعقوب به زلالی فرمان روای ری فرستاده بود به تأخیر افتاد یعقوب که فرمانش در همه جا و همه حال قاطع بود به تصور اینکه زلالی از اطاعت سرپیچی کرده در صدد لشکرکشی به سوی ری برآمد برای اینکه تاب و تحمل خود را در آن فصل گرما آزمایش کند روزی دو پولادین روی هم بتن کرد و کلا خود بر سر نهاد و بر بام خانه رفت در زیر آفتاب تا غروب توقف نمود هوا که تاریک شد پایین آمد و در جواب به فرماندهان قشون که از این کار غرق در حیرت شده و علت آن را پرسیدند و گفت من کار بزرگی در پیش دارم بخواستم و خواستم تا توان خود را در مواجهه با سختی ها و مشکلات بیازمایم خدا را شد که به خوبی از عهده برآمدم. یعقوب هنوز به سوی ری حرکت نکرده بود که جواب نامه اش از زلالی رسید فرمان روای ری اظهارات اطاعت نمود و عبدالله ابن صالح را با برادرش دستگیر کرد و به حضور یعقوب فرستاده بود یعقوب با کینه دیرینه ای که از صالح به دل داشت او را با زجر و شکنجه اعدام کرد از لشکرکشی به سوی ری منصرف شد و بار دیگر با غنائم و گنجینه های فراوانی که در جنگ های اخیر به دست آورده بود آزم سیستان شد یعقوب مظهر ملیت ایرانی بود تأمین رفاه و آسایش مردم ایران رهایی آنان را از ظلم و تعدی اعراب و دست نشانده های خلفای عباسی بزرگترین هدف قرار داده و برای نیل بدان از هیچ گونه فداکاری و جانبازی مزایقه نداشت. بزرگترین آرزویش این بود. که خلافت عباسی را از ریشه براندازد و ایرانی آباد و مستقل به وجود آورد و آن را از حیث قدرت و عظمت به پایه دوره ساسانیان برساند یعقوب که شب و روز این فکر عالی و بلند را در سر می پرورانید ناچار بود که موقتا با خلفای عباسی مماشات کند و بسازد تا زمینه برانداختن آن سلسله از هر جهت آماده شود این بود که پس از بازگشت به سیستان سفیری با نامه و هدایای فراوان به درباره عباسی فرستاد. در زم سر بریده عبدالرحمن خارجی را هم که خلیفه و کارگزارانش از دفع او عاجز بودند به حضور خلیفه ارسال نمود. خلیفه با اینکه یعقوب در جریان کشورگشایی دشمنان او را مثل خوارج و دایی کبیر و غیر منکوب کرده بود در ظاهر از وصول نامه و هدایای یعقوب اظهار وقتی نمود ولی در باطن سخت نگران شده و در صدد نابودی یعقوب برآمد در هر حال برای مسلحت روزگار سفیر یعقوب را مورد تفقد قرار داد و نام ایهاکی بر تهنیت و تبریک و اظهار مسرت از فتوحات نوشته و روانه ساخت سفیران یعقوب که در بغداد اطلاعات مبسوطی راجع به طرز زندگی خلفای عباسی به دست آورده بودند تعریف کردند که در دربار خلافت فقط اسمی از مسلمانی به جا مانده خلفا با پولهای گذافی که از کارگزاران خیش دریافت می دارن شب و روز غرق و در ایش و نوش و له و لعب می باشن. مسند خلافت به حدی خوشنما و فریبنده است که به خاطر تصرف آن پدر پسر را می کشد. سرنوشت جمعی از خلفا بهترین شاهده این فساد است. در عرض 18 سال شش خلیفه بر مسند خلافت نشستند و اغلب آنها به دست نزدیکان خود مقتول یا مخلوع شدند. واسل به یعقوب حمله می کند و شکست می خورد. یعقوب که خیالش از جهت ممالک ایران کاملا آسوده و راحت شده بود موقع را برای حمله به بغداد و پایان دادن به خلافت ننگین عباسیان مناسب دید و به تجهیز لشکر مشغول شد. در شعبان 261 با یک قشون آراسته و منظم و تجهیزات کامل از سیستان بیرون آمد یعقوب این دفعه از مقصد خود حرفی نزد و هیچ کس نمی دانست که قصد کجا را دارد یعقوب مطمئن بود که تا پشت دروازه های بغداد با مانعی روبرو نخواهد شد قافل از اینکه باید با یک دشمن قوی پنجه جنگ کند سابقا گفته این که در آغاز کشور یعقوب خلیفه بغداد از فتوحات وی بیمناک شده و یکی از سرداران بزرگ خود به نام محمد ابن واصل را با قشون بزرگی به جنگ یعقوب فرستاد. سردار نامبرده خود را حریف میدان یعقوب ندیده و با تمام لشکریانی که به زیر فرمان داشت بدون قید و شرط تسلیم شد. یعقوب که مرد حق شناسی بود محمد را مورد تفقد قرار داد. وی را به حکومت فارس منصوب فرمود و خلیفه از خیانت سردار خود براشفت شفت دو تن از فرماندهان لشکری خود را با قشون زیادی به جنگ محمد فرستاد. محمد یکی از آن دو را در جنگ کشت و دیگری را اسیر کرد قلم رو به فرمان روائی خود را توسعه داد و تا احواز جلو رفت و به پشگرمی قشون بزرگی که به زیر فرمان داشت بنای سرپیچی گذاشت و در زدت برآمد. که یعقوب را از میان بردارد و خود به شخص فرمان روای مطلق ایران شود وقتی که یعقوب به استخر فارس کارگزار آن خطه که دست نشانده محمد ابن واصل بود تسلیم شد و خزینه واصل را نیز تحویل داد و یعقوب را از تقیان یاقیگری واصل آگاه کرد. یعقوب برای اینکه در حمله به بغداد خیالش از پشت سرش راحت باشد ناچار شد. قبلا به جنگ محمد ابن واصل برود و او را از میان بردارد محمد ابن واصل که قشون سی هزار نفری به زیر فرمان داشت بران شد که قبلا اطلاعاتی راجع به اوزا و احوال و مخصوصا نیروی لشکری یعقوب به دست آورد برای این منظور سفیری به حضور یعقوب فرستاد. یعقوب برای اینکه واصل را به عرصه کارزار بکشاند متوسل به یک خدعه جنگی شد بدین معنی که پس از اطلاع از حرکت سفیر قسمت اعظم قشون خود را در پشت کوها و تپه ها مخفی کرد خود در اردوگاه محقری که لشکریان معدود و ناچیزی در اطرافش بودن سفیر را به حضور پذیرفت یعقوب با لحنی که حاکی از یعص و ناتوانی بود عنوان کرد که یکی از سردارانش به ناگهان یاقی شده و بر سر وی تاخته و قشونش را متواری نموده حال از محمد ابن واصل که جوان مرد بزرگواریست در عالم دوستی تمنا دارد که از بزل کمک و مساعدت برای سرکوبی با سردار یاقی مزایق ننماید سفیر که این سخن را از یعقوب شنید و در اردوگاه او جز گروه معدودی سرباز مغلوب ندید نزد واسل برگشت آنچه دیده و شنیده بود تعریف کرد او را مطمئن کرد که با یک حمله اثری از یعقوب باقی نخواهد گذاشت واصل از این مجد شادمان گشت قافل از دام و نیرنگی که بر سر راهش گسترده بودن شتاب زده با قشون سی هزار نفری خود به راه افتاد. با سرعت تمام راه پیمایی نمود و در حدود بیزا به یعقوب رسید و جنگ را آغاز کرد یعقوب روی نقشه ای که کشیده بود بر حسب ظاهر تا به مقاومت نیاورده و عقب نشست واصل این عقب نشینی را حمله بر عجز و فرار نمود و, و به زعم خود فراری را تعقیب نمود در دامنه کوهها به یعقوب رسید ناگهان هزاران سرباز و سوار جنگجو از پشت تپه ها و قعر دره ها بیرون آمدند و به واصل و قشونش حمله کردند. واصل تا آمد به خود به جنبت جمع کسیری از سپاهیان خود را اسیر دست دشمن و کشته دید با معدودی از سپاهیانش پا به فرار گذاشت و بالغ بر ده هزار نفر از لشکریانش اسیر شدند یعقوب یکی از فرماندهان خود به نام عزیز ابن عبدالله را معمور تعقیب و دستگیری دشمن نمود واصل به هر جن کندنی که شده بود به کنار دریا رسید و به یک کشتی ماهیگیری پناه برد این کشتی بی بادبان دستخوش اموات شده و عاقبت در سیراف پهلو گرفت بعد از آن همه در بدری به دست فرستادگان یعقوب اسیر شد یعقوب این کارگزار نمک نشناس و یاقی را به زندان انداخت و دستور داد خزائن او را که شهرتش در همه جا پیچیده بود مصادره کنند این خزینه بی‌نظیر به دست یعقوب افتاد برای اینکه مزنه از مقدار محتویات این خزینه که مملو از جواهرات و طلا و و اشیاء گرانبها بود در دست باشد کافی است قول معلف تاریخ سیستان را شاهد بیاوریم معلف تاریخ سیستان می نویسد در عرض یک ماه تمام هر روز از صبح تا شام پانصد قاطر و شطور اسباب می کشیدن و هنوز مقدار زیادی اموال در خزینه باقی بود یعقوب که پس از سرکوبی محمد ابن واصل دیگر رقیب و معاندی در ایران نداشت در صدد حمله به بغداد و سرکوبی خلیفه برآمد با سپاه بیکران به سوی اهواز و جندی شاپور به راه افتاد خبر لشکرکشی یعقوب به بغداد در اطراف و اکناف کشورهای اسلامی انتشار یافت تمام مردمی را که از ظلم و جور خلفا و دست نشانده های آنان به جان آمده بودند شادمان و امیدوار شدند فرمان روایان قالب کشورهای اسلامی مثل هندوستان و شام و روم و ترکستان و غیر نمایندگانی نزد یعقوب فرستاده و آمادگی خود را به هر گونه کمک و مساعدت اعلام نمودن. خبر لشکرکشی یعقوب که به بغداد رسید ولوله ی عظیمی در درباره خلافت برپا گردید و خلیفه که خود را حریف میدان یعقوب نمیدید بران شد. که از راه ابراز مهر و محبت و نوازش و دلجوی یعقوب را از حمله به بغداد منصرف سازد سفیری نزد یعقوب فرستاد سفیر از جانب خلیفه هدایای گرانبهایی با منشور فرمان روایی خراسان و تبرستان و گرگان و فارس و کرمان و هند و سند و چین و ماچین به علاوه شرط مدینت و سلام تقدیم یعقوب نمود اتفاقا دیری نپایید که سفیر خلیفه درگذشت و یعقوب با از میراسخ آماده ی حمله به بغداد شد سفیران و نامه هایی بود که خلیفه پشت سر هم به حضور یعقوب میفرستاد و تملق میگفت تا جایی که پیغام داد که ما حاضریم سراسر دنیا را به دست تو بسپاریم و خود به یک خطه ظاهری قناعت کنیم بالاخره وقتی خلیفه از رام کردن یعقوب معیوز شد حاکم کرد که در منابر و مساجد یعقوب را به نام دشمن اسلام لعنت کنند. این همان یعقوبی بود که تا دیروز از ذکر نام خلیفه اسم او را به نام خادم اسلام بر زبان می آوردن و در حقش دعا می کردن. در هر حال یعقوب به بغداد رسید خوشحال بود و اطمینان داشت که به زودی خلافت را از میان برداشته و مردم کشورهای اسلامی را از ظلم و تعدی اعراب نجات خواهد داد. خلیفه و برادرش که یقین داشتند در صورت جنگ با یعقوب قطعا مغلوب و منکوب خواهند شد دست به یک هیله ناجوان مردان زدن. خلیفه حاکم کرد. که در بیرون شهر بغداد نهر بزرگی بکنند و نهر را متصل به شد سازن و مقدار کمی آب به حدی که سواری به سهولت از آن بگذرد در نهر بیندازن جلوی نهر را در جایی که متصل به شد می شود مسدود کنند. سپس دستور داد که 900 نفر از زبده ترین فلاخون اندازان بغداد با گروه زیادی از کمانداران که تیرشان خطا نمی کرد در ارتفاعات اطراف نهر در کمین باشند. پس از تکمیل این تدارکات به یعقوب پیغام فرستاد که من از ورود تو به بغداد بسیار خوشحالم و با چند تن از نزدیکانم به قصد پیشواز تو و دیدار آن دوست عزیز به آن طرف دیرال آقل می آیم قشونی هم همراه ندارم با اشتیاقی که به دیدار تو دارم خواهش مندم بر من منت بگذاری و بدین سوی بیایی تا ملاقات دست گیرد یعقوب غافل از دام ناجوان مردانه ای که خلیفه بر سر راهش گسترده بود دعوت خلیفه را با مسرت و شادی قبول نمود با 500 نفر از سواران دلاور به راه افتاد یقین داشت که در این ملاقات خلیفه را به زانو خواهد درآورد همین که از نهر گذشتند و خواستند بالا برون ناگهان تیراندازان و فلاخون اندازان دست به کار شدند سنگ ها و گلوله های آهنین و تیرها و زوبین های آتشین بود که بر سر یعقوب و همراهانش باریدن گرفت یعقوب چار ای جز بازگشت نداشت در این زم به دستور خلیف صدیرا را که بسته بودن شکستن و سیل خروشانی در نهر جاری گردید از همراهان یعقوب جمعی از اصابت تیرهای جانسوز و گلوله آهنین من جمله دو نفر از بهترین سردارانش کشته شدند. گروهی هم در آب غرق شدن سنگ بزرگی به چشم یعقوب خورد و سه تیر هم به گلو و تنش کارگر آمد یعقوب به هر زحمتی بود از نهر گذشت در حالی که از پانصد سربازی که همراه داشت بیش از ده نفر زنده نمانده بودند خود پیداست که قهرمان سیستان از این پیش آمده غیر منتظره چه حالی به هم رسانید مجروح و دلشکسته به اردوگاه خود برگشت در حالی که کینه خلیفه در سینه اش یک بر هزار شده بود با خود عهد که اگر از آن زخمای مهلک جان بدر کند انتقام خونینی از خلیفه بگیرد با سپاه خود به سوی جندی شاپور به راه افتاد یکی از سردارانش ملامتش کرد که چرا شرط احتیاط به جا نیاورد و مرتکب یک چنین اشتباهی گردید یعقوب در جواب گفت من به استناد پیغام ها و نامه های خلیفه هرگز تصور نمی کردم که جنگی روی دهد و الا خود را برای جنگ آماده می نمودم و مسلما فتح با من بود خلیفه با کمال نامردی مرا فریب داد و به انداخت یعقوب با اینکه چهار زخم سنگین به تن داشت و سخت در رنج و عذاب بود مهازا لحظه ای از فکر تصرف بغداد و انتقام از خلیفه قافل نبود درهای خزائن را باز کرد و با بزل زر و سیم فراوان به تجهیز قوای خود پرداخت خبر تجهیزات و تدارکات یعقوب به بغداد رسید و خلیفه را مضطرب و نگران ساخت اثری از خلافت باقی نخواهد گذاشت چاره ای جز عذرخواهی و دلجویی از یعقوب ندید سفیری با هدایا و نامی فتامیز به حضور یعقوب فرستاد از گذشته اظهار تأسف نمود و ضمنا پیغام داد که یعقوب میتواند در کشورهایی که مسخر ساخته فرمان روایی کند در خاتمه از یعقوب خواهش کرده بود که از حمله به بغداد منصرف شود و به خاطر داشته باشد که جنگ با خلیفه دور از مسلمان است یعقوب وقتی پیغام خلیفه را از سفیر شنید دست داد و پیاز با یک قبض شمشیر بیاورند آوردند یعقوب سفیر را مخاطب قرار داد و گفت از طرف من به خلیفه بگو که من فعلا مجروح و بیمار و بستری هستم شاید این بیماری مرا از پای در آورد و به گور ببرد اگر از دنیا رفتم تو از دست من راحت و من هم از شر تو آسوده خواهم بود ولی اگر زنده بمانم سرنوشت ما را این شمشیر معین خواهد کرد اگر تو فاتح شدی من که از یک زندگی فقیرانه و محقر به این مقام رسیده ام به نان و پیاز قناعت می کنم ولی اگر من غالب آمدم و پیروز شدم دوران خلافت و فرمان روائی تو به سر خواهد رسید و گرفتار ذلت و بیچارگی خواهی شد سفیر خلیفه ملتزم گردید که پیام یعقوب را به خلیفه برساند و عازم مراجعت شد سفیر هنوز به بغداد نرسیده بود که یعقوب در 20 شوال 265 هجری پس از 17 سال کار و کوشش دار فانی را ودا گفت این بود سرگذشت مردی که در قرن سوم هجری از میان مردم ساده برخاست و قد علم کرد از رویگری به فرمان روایی رسید یگان هدفش این بود که نفوذ بیگانگان را براندازد و قدرت عظمت ایران دوره ساسانیان را زنده کند یعقوب لیس سفاری یکی از بزرگترین قهرمانان ملی ایران بود نام او با حروف طلایی در صفحات درخشان تاریخ وطن ما ثبت شده است پایان دنیای کتاب صوتی